سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه‌ها قرار این تست رو تو مبحث تابع نمایی امروز با هم حل کنیم. گفته تعداد ریشه های معادله 3 به توان 3 x به اضافه 5 ضرب در 3 به توان 2 x به اضافه 6 ضرب در 3 به توان x مساوی 0 کدام است؟ 0 1 2 3. خب شروع می‌کنیم به حل این معادله و ریشه هاش رو به دست میاریم. یه نگاه کلی که به معادله بندازیم می‌بینیم که عبارت 3x تو تمام این جملات مشترکه. پس عبارت 3x رو ما متغیر به نام آ میگیریم تا عبارتمون ساده تر بشه و راحت تر بتونیم ریشه هاش رو به دست بیاریم. از تغییر متغیر استفاده میکنیم، میشه آ به توان 3، به جای 3 به توان x گذاشتم آ، از عبارت اول جمله اول موند آ به توان 3، به اضافه 5 آ به توان 2، به اضافه 6 آ. به این عبارت رسیدیم. حالا میخوام ریشه های اینو به دست بیاریم. دقت کنیم، میبینیم که برای اینکه به یک عبارت درجه 2 برسیم و بتونیم راحت‌تر ریشه ها رو به دست بیاریم، میتونیم از یک آ فاکتور بگیریم. از آ فاکتور میگیریم. از آ که فاکتور بگیریم، از عبارت اول میمونه آ به توان 2 به اضافه 5 آ به اضافه 6 مساوی 0. خب بچه‌ها، این عبارت شد مساوی 0. ما میدونیم وقتی حاصل ضرب دو تا عبارت 0 حتما یکی از اونا 0 خواهد بود. پس میگیم از اینجا به دست میاد آ مساوی 0، یعنی یکی از ریشه های این عبارت به دست اومد. خب حالا برای مابقی ریشه هاش که یک معادله درجه 2 اینجا داریم، معادله رو می‌نویسیم آ به توان 2 به اضافه 5 آ به اضافه 6. خب اینجا حاصل ضرب ریشه هامون شده مثبت 6 و حاصل جمع ریشه هامون هم شده منفی 5، که این منفی 5 هم خود این معادله درجه 2 داشت، در هم ضرب شده شده مثبت 5. پس اون عددی که باعث میشه ضرب منفی 6 و جمع منفی 5 ما بده، یکیش هست آ مساوی منفی 2 و آ مساوی منفی 3 و آ مساوی 0 هم که از قبل به دست آوردیم. خب حالا اینا رو میایم بررسی میکنیم ببینیم که آیا میتونن به عنوان ریشه های این معادله قابل قبول باشن یا نه. خب آ چی بود؟ مقدارش بود 3x. پس مینویسیم 3x مساوی منفی 2. خب ببینیم بچه ها، توی بحث تابع نمایی ما همچین موردی رو نمیتونیم داشته باشیم، چون اگه یادتون باشه تابع نمایی یه تابعیه که بردش همیشه مثبت هستش، یعنی یا اکیدن صعودی میشه و یا ببخشید نزولی و یا صعودی، بستگی به مقداری که آ داره. پس هیچ وقت مقدار منفی نمیتونه داشته باشه. پس این غیر قابل قبول میشه، غیر قابل قبول. برای 3x مساوی منفی 3 هم به همین صورت و برای 3x مساوی 0 هم به همین صورت. چون من الان نمودارا رو رسم کردم، دیدیم خط محور x ها همیشه به عنوان مجانب هست به این خط نزدیک میشه، ولی هیچ وقت این خط رو قطع نمی کنه. پس همین این حال همچین حالتی هم ما نمیتونیم قبول کنیم برای ریشه های این معادله. پس عدد ریشه های معادله 0 هست. خسته نباشید.